وقتتون بخیر بینندگان محترم شبکه تیوی پلاس، خیلی خوش اومد جایی که قرار میزبان چهرهایی باشیم که خبرسازن، پرطرفدارن و دوستشون دارین. با افتخار اعلام کنم که قرار گفتگو بکنم با سرکار خانم مریم مومن از بازیگرای جوون و دوست داشتنی سینما و تلویزیون ایران و اینجا هتل آپارتمان ستیا واقع در خیابون میرداماده. خانم خیلی خوش اومدین، واسه افتخار باشم سوال. مرسی، خیلی ممنون، مرسی که قشنگ معرفی کردین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، دوستان پشت صحنه و بینندگان محترم تیوی پلاس. خیلی متشکر، افتخار دادین. بریم سراغ اصل مطلب، از بانوی امارات شروع بکنیم، جایی که شما خیلی دیده شدین، ترند شدین به قول معروف و اتفاقای خیلی خوبی افتاد. میخوام اگه بشه بازسازی بکنیم صحنه تستی که شما دادین جلوی کارگردان کار و ببینیم که شما چی گفتین که دل کارگردان رو بردین و به عنوان نقش اول اون کار انتخاب شدین. من اون تایم کلان عاشق بازیگری بودم، ولی انقدر تست و اینا رفته بودم که اصلا به نظرم این ماجرا مسخره میومد. به من گفتن که خب از روی عکسای تئاترم به من گفتن که شما تشریف بیارین. روز یکشنبه باید میرفتم ولی نرفتم، تنبلی کردم. بعد دوباره به من پیام دادن، گفتن خانم مومن چرا نیومدی؟ جدی نمیگرفتینش؟ نه، چون فکر میکردم که الکیه، مثل بقیه تستاست که برای سودجویی و این چیزاست، که اصلا نرفتم. بعد روز دوشنبه به من پیام دادن، گفتن که خب خانم مومن چرا نمیای؟ گفتم که خب انگار زبون من بسته شد، گفتم اشکالی نداره فردا میام. اون تایم من سر کار میرفتم. چه کاری؟ من دستیار دندون پزشک بودم. آها، دستیار دندون پزشک بودین. چقدر باحال؟ چقدر حقوقتون بود؟ اون موقع 1300. 1300. فکر میکردی یه روزی بخوای بازیگر شی؟ یعنی انقدر رویا تو ذهنت قوی شده بود؟ من 5 سالگی اولین فیلم کوتاهمو کار کردم. بله بله، داستانش دایی بود، درسته؟ داییتون؟ نه، یا عموتون؟ پسرعموی پدرم. پسرعموی پدرم، اوه خیلی فاصله است. بله. خب بعد اینکه بعد از این ماجرا این علاقه شکل گرفت، کلا رویاشو داشتم و تئاتر کار میکردم و این چیزا. بعد همیشه هم چون روپای خودم بودم سر کارم هم میرفتم. بله. اون تایم بود به خاطر کارم یه جوری هماهنگ کردم که صبح برم سریع برگردم. 4 عصر کار من شروع میشد و من خونم اون کرجه، من تهران بودم دیگه، باید خب تست میدادم برمیگشتم. با اینکه عجله داشتم خیلی صبوری کردم، مثل اینکه این صبوریه به چشمشون اومده بود و من نشسته بودم. بعد آقای کارگردان طبقه بالا نشسته بودن و خیلی اتفاقی اومدم پایین و وقتی لباس تن من کرده بودن، چادر تن من کرده بودن، گفته بودم من همین بازیگره رو میخوام، حتی بدون اینکه تستی بگیرم. من بعدا متوجه این ماجرا شدم. آقای حمید نژاد از من تست گرفتن. حالا یک آدمی هم اونجا بود که یه ذره با من بد اخلاقی کرد، من یه ذره بغضم گرفته بود. این به نفع دستیار کارگردان بود. چی گفته بود که شما ناراحت شدین؟ بد اخلاقی کرده بود، تند صحبت کرده. مثلا چی گفت؟ نه بابا بخندی، اینجا جای خندیدن نیست. این به من کمک کرد، من بغض داشتم. و یه صحنه تکنیک دیگه، یه صحنه احساسی آقای حمید نژاد اومدن به من دادن و من اون لحظه گریم گرفت. بعد داشتم برمیگشتم دیگه، فکر کردم هیچ اتفاقی نیفتاد مثل همیشه. تو راه بودم، تو مترو بودم، به من زنگ زدن گفتن که خانم مومن شما فردا تشریف میارین بر قرارداد. تا خونه نفهمیدم چه جوری رسیدم از خوشحالی، واقعا نمیدونستم چه جوری رسیدم. اصولا بازیگرا وقتی میخوان اشک بریزن به یه چیزی فکر میکنن، شما تون دستگی گری کردین به چی فکر میکردین؟ اون لحظه که بغض داشتم دیگه، میگم بد اخلاقی دیده، اون لحظه بغض داشتم. احساس کردی که غرورت خدشه‌دار شده؟ بله. دیالوگ یادته چی گفتی جلوی آقای حمید نژاد؟ دیالوگی که بازی کردیم، میشه باسه همون بازی کنی؟ دیالوگی این بود: تو مردی، تو شازدهی، اهل قلم و سخنی، راه چاه نظمی و عدلیه رو بهتر از من میدونی، مرد باش نرفت. این سبک دیالوگا بود که من چرا داشتم التماس میکردم که برادرم رو نجات بده از دار. آها درسته. بعد بانوی امارات چی شد خانم مومن؟ شما خیلی خبرساز شدین، همه گفتن که خب یه چهره جدید اومده که آینده درخشانی داره و ستاره میشه. یهو خودتون کمرنگ شدین، یعنی کارهای دیگه همه منتظر بودن تو این 1-2 سال اخیر یه اتفاقی بیفته ولی خبری نبود. کارهای دیگه راستشو بخواین، من مصاحبه دیده بودم از بقیه بازیگرا و همکارا که بعد از کار اولمون که خیلی دیده شد ما مغرور شدیم،
ما دیگه سراغ این کار نرفتیم، سعی کردیم که خیلی با دیتیل انتخاب کنیم، ولی ضربه‌شو دیده بودن. طبق این شناختی که از این ماجرا داشتم سعی کردم درست انتخاب کنم، ولی هر پیشنهادی هم رد نکنم. واقعا دلیلش رو نمیدونم. یک سریال رد کردم، اما یک سریال هم که پذیرفتم انگار اونا من نپذیرفتن. یعنی تا پای قرارداد رفتیم ولی خب امضا نشد، نمیدونم به چه دلیل. زوج شما خیلی خبرساز شد، شما حسام منظور که دیگه همه جا صحبت شما بود و واقعا خیلی سال بود تلویزیون سریالی نداشت که انقدر بیننده داشته باشه. حتی یادم تو جشنهای مختلف هم که میرفتین شما و حسام منظور همیشه کنار هم بودین. خیلی هم خبرساز و حاشیه ساز شد دیگه، یعنی همه فکر میکردن که دیگه بعد منتظر خوردن شیرینی باشیم که نشد. بعد حسام رفتش توی سریال برادر جان، شما چرا نرفتین؟ نشد که بشه دیگه، چون میدونم که پیشنهاد داشتین و قطعی بوده حضور شما تو اونجا. بله، قرار شد که تماس بگیرم، اومدیم خونه، نمیدونم حالا چه اتفاقی افتاد دیگه، این تماس نشد که به پای قرارداد به پای امضای قرارداد برسیم. و یعنی توافق کرده بودین با هم؟ نه، راجب توافق مالی و اینا اصلا صحبتی نشد. من رفتم سر صحنه، بعد که برگشتم مثل اینکه اون سمت صحبت این شده بوده که خانم مؤمن نمیخوام بیان، بعد این برم هم فکر میکردم که اونا منو نمیخوان و ماجرا نمیدونم کی این وسط، یعنی یه نفر اون وسط زیرا به شما رو زد. این البته این بود. کار تو اتفاقای مثلا نمایشی مثل سینما و تلویزیون خیلی میفته دیگه، اگه شما پشتتون گرم نباشه. یا یه اصطلاح من خیلی دوستش ندارم، البته میگم باندو اینا، ولی واقعیته اگه عضو گروه خاصی نباشین قطعا زیرا بهتون خورده است، یعنی 90-10 حذفی. آقای فراهانی من یه چیزی میگم من آدم بدیم، من مریم مومن بدم، شما به واقعیت به درستی بدیای منو بگو اگه من انقدر ناراحت شم، ولی به دروغ بخوای راجع به من بدی بگی یا حتی به دروغ بخوای راجع به من خوبی بگی منو ناراحت میکنه و خودم گارد میگیرم نسبت به این ماجرا. یه سری لطف دارن خوبی میگم نگو، ولی یک سری چرا داری بدی میگی؟ مگر تو با من کار کردی؟ چی میگن پشت سر شما؟ من بد اخلاقم؟ نه والا، خدایی خیلی خوش اخلاقه. کار کردن با من سخته، نمیدونم همکاری که با من کار کردن چنین چیزی به خود من حداقل نگفتن. یعنی پشت سر مریم مومن میگن که شما بد اخلاقین و آدم بدقلقیه احتمالاً. بله. ایران نیست، شماره تلفنش جواب نمیده، شمارهشو نداشتیم، این داستانه. بله. که واسه همه پیش میاد. چرا شماره من نداشتن؟ عجیب نیست؟ چرا یه سری که میخواستن داشتن، ولی یه سری واقعا دایرکت میدادن گفتن خانم ما شماره شما رو به هیچ طریقی نمیتونیم پیدا کنیم، یعنی به هر دری زدیم بسته بود، هیچ کس نداشت شماره شما رو. ایران نیستین؟ شمارهتون چیه؟ کجایین؟ کی زیرا به شما رو زد تو برادر جان؟ نمیدونم. مگه میشه ندونین واقعا؟ نمیدونم. اسم بردن درست نیست، قشنگ نیست. میخواین من چند تا گزینه بگم؟ نه. میگن که نه دیگه، خب چه کاری، خودشون وقتی بازی نیستن. نه. فکر میکنین کی تکرار بشه زوج حساب منظور و مریم مومن؟ و چقدر دوست دارین اتفاق بیفته یا نه؟ حساب منظور برای من خیلی عزیزه، یکی از رفیقای خوب منه و کار کردن براش باهاش برای من خیلی لذت بخش بود. به این دلیل که ازش یاد گرفتم. خیلی سابقه طولانی در تئاتر داره که تئاتر برای من بسیار مقدسه و خیلی قشنگه که یک آدمی بعد از این همه تلاش اونم در حیطه تئاتر به این درجه برسه و من خیلی خوشحال میشم وقتی رفیقام به یک درجه میرسن که من افتخار کنم بگم که من با فلانی کار کردم. برای من باعث افتخار. امیدوارم که این اتفاق پیش بیفته، من و آقای منظور با هم یه کار کنیم که چه بسا ممکنه یک اتفاق بیفته، حالا پارتنر نباشیم ولی توی یک کاری مشترک. کار با هم به صورت مشترک. بله. باشید. اینجوری استنباط میشد با توجه به اینکه شما بعد از بانوی امارات چند تا گفتگو کردین، حسابی به دل مردم بشینید. حتی توی گفتگو گفتین من خاک پای مردمم و کنارشون و دوستشون دارم و چند بار اعلام کردین که من خاک پای مردم. یکی از همکارانتون اومدن تو مصاحبه با خود تیوی پلاس گفتن که آقا من خاک پای مردم نیستم، من کنار مردمم، دوست مردمم، به خاطر مردمم بازیگرها کار نمیکنن. کسی که میاد میگه که آقا من به خاطر مردمم کار میکنم دروغ میگه، چون پولشو داره میگیره. بله. چرا اختلاف داشتین با هم؟ اصلا اختلافتون از اونجا شروع شد با مینا وحید؟ نه، ما اختلافی نداشتیم آنچنان. خب بالاخره جواهر یه چشم داشتی به چیز داشت دیگه، به آقای شاه داشت توی بانوی امارات. بله.
شما این نقش بوده، ما این نقش رو نمیتونیم جدی بگیم در زندگی واقعی. خانم خیلی محترمی هستن، ولی خب این جمله من بوده، بعدش اگر اینو گفته خب منم 100% ناراحت میشم. به این دلیل که من میگم اگر رفیق مردمم با آدمهایی که سر و کار دارم رفیقم، من دایرکت اینستاگرام من شاید نزدیک 10,000 تا 15,000 تا ریکوست داشته باشه، من چند تاشو وقت میکنم جواب بدم. ولی وقتی رفیق صمیمی من، رفیق من، همکار من به من پیام میده، حداقل فرداش میبینم یا همون روز میبینم جواب میدم. چه جوری میتونم ادعا کنم که من رفیقشم وقتی نیستم؟ چقدر در کنارش بودم؟ اگه رفیق اینه که قصه‌هاشو بدونی، شادیشو بدونی، بشناسیش، رفیق اینه. نه، من دلم برای مردم میسوزه، من مردم برام عزیزن، من اینکه خب میدونم به هر جایی رسیدم به واسطه این مردم بوده و واقعا میدونم که اینا منو بزرگ کردن. یک روزی هم اگر منو دوست نداشته باشم، من بد جور زمین میخورم و به این واسطه باز هم میگم من خاک پای مردمم، ولی رفاقتی نداشتم باشون مگر آدمهایی که شناختم. رفیق بحثش خیلی فرق میکنه با کسی که دینه به گردنت دارن. این آدم ها به نوعی به ما هنرمندا محبت دارن، به نوعی واقعا قدردانشون باید باشیم. رفاقت اینه که شما هم توقع داری، اونا هم از شما توقع دارن. چنین چیزی واقعا نیستش در این حیطه. پانتا و پناهی ها توی سریال بانوی امارات نقش خواهر شوهر شما رو بازی میکرد، اصولا هم سعی میکرد با مسموم کردن ذهن ارسلان، درست میگم دیگه، ارسلان، امیر ارسلان بود اسمش دیگه، ارسلان میرزا باعث بشه که این ازدواجه یه ذره دچار تشنج بشه. کلان اگه خود شما ازدواج بکنید، با کسی ازدواج میکنید که حتما خواهر شوهر نداشته باشین؟ نه، من اصلا به اینا فکر نمی کنم. من دوستش داشته باشم. آه، فقط باید دوستش داشته باشی. دوستش داشته باشم. یعنی اصلا ملاک نیست واسه خواهر شوهر. خودتونم که خواهر شوهر نیستی. نه، من نه خواهر شوهرم نه خواهر زن. خبری که نیست کلا. دیشب یه حلقه دستتون بود آخه. تعهد به درونمه. آهان، چون بعد چقدر پیشنهاد شد بعد از بانوی امارات واسه ازدواج؟ پیشنهاد شد؟ زیاد والا زیاد به ما پیشنهاد نمیشه، چون نمیدونم چرا به بقیه پیشنهاد میشه. چرا؟ رفیقا به ما میگن که ما شما رو مثل یه پسر میبینیم، انقدر خاکی برخورد میکنی، میگی میخندی و اینه. هیچوقت به این وادی نرفتم که مثلا خواستگاری بخواد بیاد یا کرشی بخواد، اصلا یه همچین چیزی نبود خدا رو شکر. هیچی؟ مگه میشه؟ چون آدم های ایرانی احساساتی هن. بله. و درگیر نقشه میشن و آدم هایی که منو میشناسن کلا صرف نظر میکنن از این اتفاق. فعلا هم که قصدی نداریم. فعلا هم قصدی چرا پیش بیاد؟ هر چه پیش آید خوش آید. خب امیدواریم که بعد از این گفتگو این اتفاق پیش بیاد. جدی دارم میگم، چون تیوی پلاس و ایرانی ها تو کل دنیا میبینن. بله. و ممکنه که یه ریکوست خوب از استرالیا، از امارات، از سیستان و بلوچستان ممکنه دیگه در همه اتفاق بیفته. اگه میشه این ریکوست از ته دلم باشه، این چیزی که تو دلمه باشه. خب نه، ریکوست آره، اون پیشنهاد رو میده بعد به دل شما بشینه. نه، از دلم باشه که من پیشنهادش رو قبول کنم. آها، خب نه دیگه، اون آقایه بعد به شما پیشنهاد. اون آقایه خب شاید تو دلمه. هستش پس الان. کجاست؟ تو دلمه. آها، نیومده امشب. نه، پیش انشالله که اتفاقای خوب بیفته و. مرسی، خیلی ممنون. یه گفتگو داشتم من با خانم سهر قریشی. گفتن که من نچرال ترین بازیگر سینما ایرانم. ندیدم متاسفم. آره خیلی وایرال شد. گفتن که ما به خاطر چند سال قبل بود؟ یه سال قبل. آره یه سال قبل گفتن که من جراحی زیبایی نداشتم به هیچ عنوان و میخواستم بپرسم که این اتفاق رو میشه به شما بس داد یا نه. من صورتم هیچ دستکاری ندارم. هیچی؟ شما هم نچرالی در واقع؟ من دست نزدم به صورتم واقعا. آرایشم بعضی وقتا میکنم معذب میشم. مثل الان. اینجوری دوست دارین خیلی همون پسرونه؟ این پسرونه نمیشه گفت. به نظر من یه چیزی ما خیلی بدم میاد توی رفتارم هم مشخصه، اینکه بهم بگن قول مردونه یا مثلا مرد صفت باش یا مردونه رفت کن. نه، من یک آدمی بودم که آدمها رو یک انسان دیدم، فرای جنسیتشون دیدم، باشون رفاقت کردم، گفتم، خندیدم. برای همین هیچ وقت نذاشتم این اتفاق بر من بیفته که یکی منو جنس مخالفش ببینه و بخواد احساسی برای من داشته باشه. به این دلیل که من توی کارم آزاد باشم، رفتار من رفتار مناسبی باشه در چارچوب انسانیت. درسته. برای همین
بدم میومد از اینکه یکی بگه قول مردونه، نه من یک زنم، من یک خانومم و امیدوارم یک روزی برسه که یک سری از آدما بیان بگن که من زنم و قول زنونه میدم و این حرفشون عملی بشه، به این دلیل که ماها با خودمون رو اثبات کنیم. من توی این جامعه میبینم که زنهای این جامعه ما 10 برابر یک مرد داره تلاش میکنه، ولی در یک درجه است با یک مرد. یعنی شاید این تلاششون این یکه این دهه، ولی توی لولن. برای همین میگم که امیدوارم زنهای ما بتونن این قدرت رو داشته باشن و بتونن خودشون رو محدود نکنن، خیلی آزادانه، خیلی رها در چارچوب یک انسان برخورد کنن و این گاردار رو از خودشون دور کنن که وای فلانی چی فکر میکنه، الان چی میشه، چه اتفاق نباشه. اینا انقدر ذهنمون پاک و درست باشه که بتونیم قضاوت نکنیم. این یک. دو اینکه بتونیم آدم ها رو به عنوان یک آدم درک کنیم. هیچ کس لزوما، من با شما صحبت میکنم میگم میخندم، منظوری ندارم. چرا باید دیگری این استنباطو بکنه که خب نه خانم مامان خندید دندوناش معلوم شد فلان مز، نه این نباشه. ما باید شاد زندگی کنیم. حاسب دین قضاوت مردم؟ من یک آدمی بودم که همیشه برام مهم بودش که دیگران راجبم چه فکری میکنن. سعی کردم دیگران رو راضی نگه دارم چندین سال قبل. سعی کردم هیچ وقت از من دلخور نشن. خودت اذیت میشدی؟ خودم اذیت میشدم. میدیدم که من هر کاری که انجام میدم ته تهش یک چیزی هست، ته تهش یک حرفی هست. سعی کردم دیگه خودم باشم. آدمایی که منو دوستان، اگر منو اینطوری بپذیرن چقدر خوب، اگر نپذیرن که خب من تمام تلاشمو کردم و بدی در حقشون نکردم، یه اون آدم منو دوست نداره، این اخلاقو دوست نداره. درسته. شما تو کلام برای من خیلی متینه. توی کلامتون گفتین که دوست دارم آزادانه کارمو بکنم و به هیچ چیز دیگه ای فکر نکنم. الان اون آقای میذاره آزادانه کار کنید؟ یعنی مشکلی با شغل شما نداره؟ آخه در اون مرحله نیستش که شما فکر کنید. یه چیزی توی دلمه. توی دلمه. خب نه دیگه، تو دلتون که الکی به وجود نمیاد. یه چیزی هست که دیگه. یه چیزی که هست اینه که خب دلم قنج میره دیگه. جوریه. چند وقته با هم دوستین؟ دوستی که نمیشه گفت دیگه. نه چند وقت ارتباط تلفنی دارین؟ ارتباط تلفنی هم اصلا هم دیگه رو دیدین؟ بله. خب خدا رو شکر ارتباط تلفنی ندارین. بابا سال 1399 چرا تا حدودی، چرا آدم باید دروغ بگه؟ آره تا حدودی، ولی خب الان شاید اون آدمه ندارم من اینقدر دوستش دارم. شما چرا به من رو لو بدی؟ غرور من واقعا اینقدر دوستش دارین؟ چقدر خوب. بله. شما حاضرید برای دیده شدن یا به شهرت رسیدن یا ترند شدن هر کاری بکنید؟ من یه مصاحبه با آقای رشیدپور داشتم. بله. شاید اون موقع 2.5 سال برگشتم اینو گفتم که حاضرم در سکوت خبری مطلقی باشم ولی به اشتباه دیده نشم و به هر قیمتی دیده نشم. هنوز سر این حرفم هستم ولی نمیدونم 5 سال دیگه با این اوضاعی که جامعه داره بازیگرانمون رو به این روند میکشونه، شاید این دیده من نباشه. بسته به اتفاقات بسته روز ممکنه که تصمیم بله. آدم عوض شه. ببینید ماها، ماهایی که هنرمندیم یا یک سری از مردم برای ما تصمیم میگیرن که ما رو دوست داشته باشن، ما رو ببینن یا دیگر نبینن، بالاخره جامعه ما رو به یه سمت و سوی میکشونه. این مهمه که مردم ما انقدر فهمیده باشن که ما رو درست هدایت کنند. یعنی امیدوارم که این اتفاق نیفته که بخوان مثلا استقبالم میکنن خیلی وقتا. یک روزی من فالوور میوره بالا. یک روزی شما چی؟ یک روزی من مثلا بخوام پاشم به عنوان یه دختر من قمه بزنم یا یک کاری انجام بدم مثلا برای اینکه مردم بگن که خب دنبال کنم آ چه کار باحالی انجام داد، یا بگن که وا نه کارش اشتباه بود. مثلا این آدمه باید یک مقداری تنبیه بشه دیگر سراغ این ماجرا نره. من از طرف مردم تنبیه بشه. بله. این اصلا آرتیست یه شأنیتی داره دیگه، یه جایگاهی داره. اصولا کل دنیا میگن آقا این آدما از نظر جایگاه اجتماعی لولشون آدمای ذات هنر در سادگیه. آفرین. الان سوسماسو پخش می‌کنه. خیلی قشنگ. واسین ذات هنر در سادگی. سوسماس کلمن یرسه چک کلامه بلاسه
تو رو خدا همینو با سوسماس واسه تی وی پلاس بفرستین، با حالاشو میذارم رو صفحه تی وی پلاس، خیلی جذاب میشه. من اینجا قول میدم استوری کنم، عالیه. با اینکه اهل فضای مجازی جایزه رو میدیم، جایزه به بهترین سوسماس این هفته ما جایزه میدیم، بفرستین برای تی وی پلاس و خانم مریم مؤمن، به بهترینش آقای علی روزبهانی یک شب شام میزبانیشون رو میکنه در واسه دست بخم سرش. این هفته من دایرکتم رو کلن چک کنم، بهترین سوسماس رو ببینم. چقدر دایرکت داری این کلن؟ خیلی شلوغه دایرکت ما، خیلی وقتی که ریکوست استوریو نیبندی، یعنی پی ام استوریو نیبندی، خب کمتره به نسبت، ولی وقتی بازه خیلی بیشتره و خدا رو شکر، خدا رو شکر واقعا. اون آقای علی انصاریان که نیست چی؟ آقای نه بابا تو رو خدا چرا اینجوری سواله؟ چون دیدم عکسشو گذاشتین، عکس مامانشو گذاشته بودین. نه من عکس تمام عوامل رو گذاشتم، چرا باید آقای علی انصاری هم باشه؟ آخه عکس مامانشو گذاشتی؟ مامانشون رو من باهاشون در ارتباطم، انقدر خانوم شیرین متین درستیه که من عجیب دوستش دارم. اصلا ربطی به علی جان نداره، ولی این آدمی هم که من بهش میگم اول اسمش با سینه. سین هر کی تونست درست حدس بزنه. تو فالوورم هم نیست نگردین. نه نه تو فالوور نیست، اسما رو واسه ما بفرستین با سین، میتونه سامان باشه، سینا باشه، چی باشه بچه ها کمک. حالا یه نکته گفتین اون موقعی که میرفتم مدام برای تست بازیگری دیگه خسته شده بودم و فکر میکردم که خب اینم مثل خیلی از جاهای دیگه قصد سودجویی دارن و از این داستانا. اتفاقی افتاده بود واسهتون تو تست بازیگری؟ نه اصلا اتفاقی که مثلا نادرست باشه نه، ولی اتفاقی این بودش که یک سری از آدمهایی که هیچ جایی نداشتن، هیچ جایگاهی، الانم واقعا ندارن، مثلا کلاس بازیگری میذاشتن و از امثال منی که خب تازه داشتیم توی این راه قدم میذاشتیم، خب نزدیک 40 نفر، 50 نفر، 60 نفر، 70 نفر جمع کرد، از هر کدوم خب 200 تومن، 300 تومن، 400 تومن هر ماه اون موقع میگرفت، چقدر براش درآمد داشت. بعد کدومشون توی کار همون آدم بازی کردن؟ این اتفاق بر من افتاد. من نزدیک یک ماه شاید میرفتم توی این رونده، ولی سریع خودم رو کشیدم کنار. این لطف خداوند بودش که این آگاهی رو پیدا کردم که دیگه ادامه ندم، ولی الان خیلی راضیم. سوجویی میکردن به اسمی که ما کارگردانی کلاس بازیگری، من الان راضیم کلاس بازیگری برم که منو واقعا حمایت کنه و به من شیوه های درست یاد بده، که خیلی هم تو فکرش هستم، برای اینکه این شغل برای من خیلی مهمه، خیلی مهمه، چون تمام عشقم و انگیزم رو توی این شغل پیدا کردم و با تمام سختیاش دوستش دارم. حالتون باهاش خوبه؟ خیلی حالم خوبه. الان میدونی رنج کلاس های بازیگری چقدر شده؟ کلاس های حرفه‌ای؟ نه واقعا نمیدونم. 12 میلیون داریم، 15 میلیون، 16 میلیون داریم و ما فکرمون اینه که چون این کلاس های بازیگری از هنرجوهاشون حمایت میکنن بعد از اینکه دوره‌هاشون تموم شه، اونایی که واقعا استعداد دارن، شاید نسل بعدی بازیگرای ایران از آدمهایی باشن که مرفه باشن، یعنی آدمی که شاید 1 میلیون تومان پول نداشته باشه کلاس ثبت نام کنه شاید حذف شه، دیده نشه و این خیلی آسیب بزرگیه. بله. یه کلیپ من دیدم از بچه‌هایی بودش که لهجه داشتن. بله. خب این بچه‌ها خیلی با استعداد بودن. خب بعد یک آقایی داشت از اینا ویدیو میگرفت، میگفتش که خب تو دوستای چیکاره بشی؟ میگفت من دوستام بازیگر بشم. توی روستا بود، توی شهرستانهای مختلف ایران بود. بعد گفت دوستام بازیگر بشم با لهجه شیرین خودش. بعد گفت خب اما تو لهجه داری، تو نمیتونی بازیگرشی. این به سختی داشت میگفتش خب درستش میکنم. ما خیلی دلایل مختلفی داریم برای اینکه یک سری از آدمای با استعدادی، چون از مناطق دور افتادن، چون لهجه دارن، شاید وضعیت اقتصادی خوبی ندارن، به اون جایگاهی که باید نرسیدن، سرخورده میشن خیلی. بله. میدونید من در جایگاه خودم میتونم به 4 نفر، 5 نفر، نه 100 نفر کمک کنم، ولی بازم زیادن. ایران یک خاکی داره که به نظر من بسیار آدم با استعداد داره، واقعا آدم با استعداد ما تو ایران واقعا کم نداریم. برای همین کاش بشه بها داد، کاش واقعا آدمایی بیان منو له کنن و من ببینم که چقدر قشنگ دارن بزرگ میشن، چقدر زیبا به اون چیزی که درونشونه رسیدن. چی میشه که یه زن قبول میکنه زن دومه یه مرد بشه؟ چون شما تجربهشو داشتین دارم میگم. تو بانوی امارت دیگه بابا، نه مردم دیگه باهوشن، میدونن من دارم شوخی میکنم. چی میشه؟ من فیلمنامه رو خبر نداشتم. نه نه نه
از نگاه یه زن، یه دختر چه اتفاقی بیفته یا چه شرایطی پیش بیاد یه زن حاضره که همسر دوم یه مرد بشه؟ به نظر من اگر یک زنی حامی داشته باشه هیچ وقت به چنین حقارتی تن نمیده. یک زن اگر حامی داشته باشه، این حامی میتونه درون خودش باشه، میتونه یک خانواده باشه، یک انسان دیگر باشه، یک رفیق باشه. حامی خیلی مهمه برای یک زن، چون خانوما آدمای با احساسی هن. احساسشون خیلی بیشتر از منطقشون کار میکنه، مگر آدمایی که واقعا دیگه رو خودشون خیلی کار کرده باشن. ولی وقتی دیگه پشت و پناهی ندارن، شاید به دلیل وضعیت اقتصادی، شاید عشق، شاید خیلی چیز دیگری بره سراغ این ماجرا. دور از جون شما، البته من اینو میپرسم، چه اتفاقی بیفته شما حاضرین همسر دومی یه مرد بشین؟ یعنی طرف چه شرایطی داشته باشه؟ ته ته بدبینانه شو دارم میگم. طرف حاضرم، من از تنهایی میمیرم ولی زاپاس عشق کسی نمیشم. اینم خدایی سوسماس داره. اینم میشه یه بار درست بگین؟ من حاضرم از تنهایی بمیرم ولی زاپاس عشق کسی نشم. Susmaz gönlümün yarası Çık gel Allah'ın belası Kavuşmak خدایی این جذاب نیست واسه سوسماز؟ خیلی بد جذاب باشه. خیلی جذابه. اینم واسه ما بسازین. ما الان دو تا سوسماز داریم، ببینیم کدومش جذابتر در میاد و مردم واسه ما بفرستن. ولی خیلی ادعای بزرگی ها، حاضرم از تنهایی ببینم ولی بمیرم ولی زاپاس عشق کسی دیگه ای نشم. آدمایی که با سختی بزرگ میشن خیلی پرقدرت میشن. خیلی پرقدرت میشن. این سختی یعنی چی؟ از بچگی با سختی وقتی بخوای بزرگ بشی خیلی پرقدرت میشی. خلاها نابودت نمیکنه. دیگران دلتو میشکنن دیگه اذیت نمیشی. دیگه عادت کردی. قلبت به این گزینه ها عادت کرده. شاید دلگیر بشی ولی دیگه به اندازه قبل ناراحت نمیشی. من الان به اندازه 3 سال قبل ناراحت نمیشم. گفتی نه بچگی آدم ها دلتو بشکنن یا خلاهایی وجود داشته باشه و سختی بکشی. کلن شما 22 سال سن داری، یعنی بله. سنت چیزی نیست که میگه من 30 خورده سالمه، 40 سالمه. بله. این از بچگی، یعنی از چند سالگی این سختی همراه شده با زندگی؟ نزدیک 9 سالگی. از 9 سالگی؟ بله. خلاهای زندگی چی بوده؟ نمیدونم. نمیدونی؟ خلاهایی که به درد داده، بابتش حسرت خوردی قطعا و دلت شکسته، اونم به اونه دختر. حالا پسر خیلی بیشتر میتونه خودشو جمع جور کنه، با دوستاش رفت آمد کنه، کار بکنه، بتونه حسرتاشو یه جورایی یه ذره سرپوش روش بذاره. واسه دختر خیلی سخت تره. من اینو با قدرت گفتم که یه رفتار خیلی اجتماعی داشته باشی، مثلا مثل یه پسر رفتار کنی، بگو بخند باشی مثل یه پسر، نه درست نیست این واژه، مثلا در وادی انسانیت رفتار کنی، اینا این چیز خیلی واضحیه. به نظر من شاید این آدمه سعی کرده از بچگی نقش چندین نفر رو به عهده بگیره. اینکه در بچگی تو یک شبه مجبور بشی بزرگ شی و دیگه بچگی نکنی، این بزرگت میکنی، این سختی میاره برات. در تایمی که تو میخوای بچگی کنی، وسطی بازی کنی، تناب بزنی، بدوی، جیغ و داد کنی، این شیطنت های بچگی تو داشته باشی، یک شبه باید یک آدم 25 ساله 40 ساله هر چند ساله یا آدم بزرگ بشی، آدمی که میفهمه بشی. نگم بچه هست نمیفهمه دیگه، این واژه رو بر تو استفاده نمی کنن. کاش بر من تا الان استفاده کنن، بگم بچه هست نمیفهمه. الان بر من استفاده کنید، بگین بچه هست نمیفهمه، من با نفهمیم زندگی کنم. این بچه ها خیلی سخته، بچه های کار، خیلی از بچه های دیگه، بچه هایی که محبت نمیبینن یا نمیدونم، الان یه مثلا برادر 10 ساله، یه پسر 9 ساله داره یه خواهر کوچیکتر از خودشو بزرگ میکنه، شده یه پدر خانواده، این بزرگ شده، این دیگه نمیگن بچه است نمیفهمه، میگن مومیار خونه است. امیدوارم هیچ بچه یک شبه بزرگ نشه. این دعایی که همیشه میکنم. چی شد که یک شبه بزرگ شدی؟ حالا قطعا یه
چیزی داشته، جریانی داشته، ببینی که مجبوری یکی از عزیزاتو انتخاب کنی برای زندگیت، یا پدرت یا مادرت. کجا دلت خواست که پدرت حامیت باشه، بالا سرت باشه، نوازشت کنه، پشت در بیاد، بهت محبت کنه، ببرت تفریح، ببرت سفر، کجاها؟ همه جا. الانم هنوزم دلت میخواد؟ آره، دخترم، اولین مرد زندگی هر دختری باباشه. من جونم امیدم برای بابام. هنوزم دوستش داری؟ مگه میشه نداشته باشم؟ پدرمه. من هنوزم میبینمش، بغلش میکنم، جونمو براش میدم، عزیز منه. ولی طلاق خیلی برای بچه سخته. هیچ وقت نگفتی چرا با من این کارو کردی؟ چرا؟ چی جواب دادم؟ پشیمون شدم بعدش، گفتم خودم حق زندگی داشتم، بالاخره زندگی خودشون بود، ولی کاش که یک فرزند به دنیا نمی آوردن. شاید دیگران وقتی از دور میبینن میگن که خب یه بازیگره، یک آدمیه که زندگی خوبی داره، ولی من برای اینکه مامانم سرشکسته نشه، وقتی پدر مادرم از هم جدا شدن، بابای من گفتش که من 2 ماه دیگه میام دنبالتون. این یه چیزیه که مامان تنبیه شه و اینا. من یادت قشنگ. قشنگ یادمه، میگم یه شب بزرگ شدم. اون تایم من ببخشید. خواهش میکنم. اون تایم من نمیدونستم 1 ماه یعنی چی. من یه خاله دارم. حتی ازش پرسیدم خاله جون 1 ماه یعنی چی؟ گفت 30 تا روزو که بشموری 30 تا روز میشه 1 ماه. من یه آچار برداشتم، 2 تا 30 تایی خط کشیدم، یعنی یه 30 تا یه 30 تایی دیگه. هر روزی که میگذشت با یه مداد رو اینو با خوشحالی از خواب میپریدم که یه خط رو اینا بکشم و روز آخر اتفاق بیفته. روز آخری که این اتفاق افتاد زنگ زدم به بابام، دیدم خب جواب نمیده، یا یه اتفاق دیگه که اصلا دوست ندارم الان بگم. و من فهمیدم این ماجرا برای این بودش که من آروم باشم اون لحظه، دل بکنم از این ماجرا. امیدوارم برای هیچ بچه این اتفاق نیفته و بچه های طلاق علاوه بر این که از خانواده آسیب میبینن، از قضاوت های اطرافیان هم آسیب میبینن. بچه طلاق دیگه، بچه طلاق این شکلی میشه دیگه، میفته فلان میشه دیگه. خب بچه طلاق، خب بابان بالا سرش نیست دیگه، خب مامانش بهش توجه. خیلی این حرفایی که اصلا واقعیت نداره، میدونین چی دارم میگم؟ بابا مامان من بر من جون میدن، پدرن مادرن، متوجه این چی میگم؟ ولی قضاوت های اطرافه، میگم من مثل قبل نیستم، خیلی قوی تر شدم. حاضری خودت بچه دارشی و خدای نکرده بعد از بچه دار شدن طلاق بگیری؟ ببینید، حاضر یعنی مادرشی اگه این اتفاق بیفته؟ من یه چیز رو میگم زندگی غیر قابل پیشبینیه، ولی همیشه از خدا خواستم، گفتم خدایا یه قدرتی رو به من بده، یه نمیدونم، یه لطفی در حق من بکن. میبینی من دارم تلاش میکنم، من خب من کار خودم انجام میدم، تو هم با به من یه نگاه بندازی، یه لطفی در حق من بکن. چیزهایی که من تجربه کردم، نه بچه خودم، هیچ بچه ای تجربه نکن. مگه چی تجربه کردی اینقدر درد میکشی ازش؟ طلاق شاید الان خیلی مرسوم شده باشه، خب، ولی در تایمی که من تجربهش کردم و در یک محیط کوچیکی تجربهش کردم اصلا راحت نبود. نگاه ها رو میفهمیدم، میگم یک شب بزرگ شدم، تو اوج بچگی من حامی مامانم شدم، سعی کردم کسی به مامانم توهین نکنه، کسی به مامانم زور نگه، خیلی چیزای دیگه مثل قبل زندگی نکردم. حواسم به این بود که چجوری رفتار کنم که خدایی نکرده، چون من کنار مامانم بودم، مامانم حرف نشنوه. شنیدی یعنی با چشم خودت دیدی که مادرت حرف بشنوه از عزیزانم و غرورش بشکنه؟ از عزیزات، عزیزترین آدمای مامانم. بله. چی میگفتن؟ چرا بچه تو تو آوردی؟ بذار پیش باباش بزرگ شه دیگه. خیلی چیزای دیگه، قشنگ نیست اصلا. چرا ترجیح دادی پیش مادرت باشی؟ پیش مادر من هیچ وقت ترجیح ندادم، هیچ وقت.
منو بردن دادگاه و من گفتن که دوست داری با مادرت باشی یا با پدرت. من موقع خیلی بچه بودم. قاضی به حال من گریه کرد. من خوندم آخ شدم از فشاری که روم بود. تا لحظه آخر گفتم آقای قاضی من دوست دارم کنار جفتشون باشم. و قاضی خودش گفت 3 روز پیش این، 4 روز پیش این، به فرض مثال این شکلی گفتش. برای همین بچه نمیتونه انتخاب کنه. یعنی مادرت انتخاب کرد که تو رو، حضانت تو رو به عهده بگیره؟ نه اینطوری نمیشه گفت. یه ماجرای عجیبی داره که حالا شاید دوست نداریم. آره چرا که نه. حالا یه بار آرهش کرده بودیم اینم خراب کردیم. کی خیلی دلت تنگ شده که یه شام 3 نفره بخوریم با هم؟ کی دلت خواسته؟ میشه گریم نندازی؟ وقتی که توی کوچه، خیابون، خانواده اطراف میدم که یک خانواده دور هم دارن قدم میزنن، دور هم دارن حتی به مسخره میخندن، حتی الکی میخندن، حسرتشو خوردم. ولی همیشه گفتم خدایا شکرت، امیدوارم که زندگیشون همیشه خوشبخت‌تر از روز قبل بشه. جایگاه امروز تو مدیون کدومشونی؟ پدرت یا مادرت؟ قلب مهربون بابام، زحمتای مامانم. امرار معاشتون چجوری اتفاق میافتاد وقتی که پدر نیست به عنوان یه مرد، به عنوان یه حامی؟ خب مامانم اون موقع سر کار میرفت، بعدش هم خودم از تایمی که دیگه متوجه شدم سر کار رفتم دیگه. یعنی از چند سالگی؟ 3 راهنمایی تقریبا. از 3 راهنمایی کار میکنی؟ چی کار میکردی؟ دستیار دندون پزشک بودم بیشتر وقتا. بعد اینکه تایمایی هم که میشستم اینترنتی کار میکردم. یا یک مدتی حتی به ذهنم زده بودش که من برم فروشندگی کنم، لباس توی اجناس لباس فروشی اینو فروشندگی کنم. خیلی وقتا پیش میاد خانوم هایی که جدا میشن و در شرف طلاق هستن به خاطر اینکه توی جای کوچیک زندگی میکنن و همه اصولا همدیگر رو میشناسن، به خاطر حفظ حالا آبروشون، به خاطر حرف و حدیث هایی که پیش میاد، حاضر طرف بسوزه و بسازه و جدا نشه. میخوام ربطش بدم به نقشی که توی سریال سرزده داری. یه خانومیه که داره تمام تلاشش رو میکنه که زندگیش رو حفظ کنه. کدومش درست‌تر به نظر خودت؟ زندگیه رو با هر شرایطی که هست حفظش کنی یا نه؟ خلاصی و اون چیزی که دلت میخواد اتفاق بیفته. تا جایی که آدم احساس کنه داره درست میشه، به طریق درستی براش تلاش کنه. یعنی زود پا پس نکشه. ولی آدم ها حق زندگی دارن و یک بار زندگی میکنن. چیزی که من نیومدم تو این دنیا آزار ببینم و یکی رو آزار بدم. متوجه این چی میگم؟ چرا باید ادامه پیدا کنه؟ برای همه میگم خداوند امیدوارم این شرایط رو بر من قرار نده که من بچه‌مو در موقعیت خودم قرار. من نم پدرم و نم مادرم و هیچ کدوم مقصر این اتفاق نمیدونم. میگم یک اتفاقی بوده که افتاده. ولی کاش من نبودم، کاش این اتفاق مثلا 8 سال قبلش پیش می افتاد. یعنی 8 سال قبل، یعنی قبل اینکه من به دنیا بیام. متوجه این چی میگم؟ میخوام یه جمله تقدیم کنیم به همه زنا و مادرایی که بعد از این اتفاق به خاطر بچهشون و به خاطر بچه هاشون قید خودشون رو میزنن، قید خورد و خوراک خودشون، قید خوشگذرونی، سفر، تفریح، تیپ زدن، حال خوب، مهمونی. شاید هیچ موجودی تو دنیا نباشه شبیه مادر که حاضر باشه همه چی رو به خودش ممنوع کنه، همه چی رو قید، همه چی رو بزنه به خاطر اون بچه‌ش. حالا من اینجا مجردم دیگه، تنها نشستم خیلی پرقدرت حرف میزنم، میگم چرا این اتفاق بیفته. شاید 10 سال دیگه اینو نگم، بگم بچه‌مه. آفرین. میدونی؟ خواهیم جمله به اون مادر رو بگی. اصلا به مامان خودت یه جمله بگو. بابت همه این سالایی که همه این سالایی که تو، من میگم مرسی که منو پاک بزرگ کردی و منو در دامانی بزرگ کردی که من بتونم مثالت بزنم. و سایت بالا سرم، امیدوارم، از ته قلبم امیدوارم اینقدر خوب بوده باشم که بتونم سربلندت کرده باشم. و همچنین برای بابام همیشه اینو میگم، امیدوارم که عزتتو حفظ کرده باشم، هیچ وقت
شرافتتو به باد نداده باشم، چون آدم مهربونیه بابای من، انقدر مهربونه که بعضی وقتا میگم چرا انقدر تو مهربونی، من هرس میخورم، ولی خیلی دل بزرگی داره، برای همین هیچ وقت اینا رو اصلا جدا نمیکنم. همون اندازه که مامانم هم بر من تلاش کرده، پدر منم حق به گردن من داره. آفرین. همین بر من کافیه، پدرم. آفرین. و مادرمه. آفرین. نمیشه چیز دیگه. اینا بر آفرین نیست. نه، من کیف کردم. واقعا اتفاقی که تو دلمه. کیف کردم. مطمئنم هر کی این حرفا رو داره میبینه تشویقت میکنه. خیلی حرفات قشنگ بود. پدرمه. و دوستش دارم اینم. مادرم. مگه اونو من انداختن دور که من بتونم بندازمشون دور؟ نه. طالبه فکر کردی که اینا چیزایی که تو ذهن هر دختری ممکنه پیش بیاد. حالا تو معروفی و نشستی داریم راجبش خیلی باز حرف میزنیم. نه، اولین بار یه جا دارم اینقدر علنی میگم. اینو میگم برای اینکه تایمایی که من خجالت میکشیدم و میریختم تو خودم، امیدوارم بعد از این هیچ بچه‌ای نباشه به خاطر طلاق و فرزند طلاق باشه و حس کنه که چیزی کم داره، از دیگران چیزی کم داره. نه، شما پرقدرت‌تر از قبلی. شما خیلی خیلی چیزهایی رو تجربه کردین که دیگران نمیدونن، فقط راجبش دارن صحبت میکنن. آفرین. امیدوارم که یک روزی بشه ماها بتونیم خودمون رو مثال بزنیم و بتونیم خودمون رو ثابت کنیم، قضاوتی نداشته باشن راجبش. الان خیلی بهتر شده خدا رو شکر. آره، ولی الان خدا رو شکر طلاق اینقدر زیاد شده، اوکی شده. اون موقع سخت خدا رو شکر نگید تو خدا. نه، شوخی میکنم. نگران هستی خواستگار واسهت بیاد بگن که اخ اخ اینا پدر مادرش طلاق گرفتن بی خیالش؟ نه، اصلا نگران نیست. او رگ چیز زد. نمیدونی چرا؟ به این دلیل که ما با سختی زندگیمون رو اداره کردیم و میدونیم دیگه از این بعد چی کار باید بکنیم، و من با افتخار میگم به جایی که رسیدیم تماما به خاطر خودمون بوده. برای همه من افتخار میکنم. من الان بچه طلاقم و افتخار میکنم بگم که صلاح زندگیشون در این بوده که جداشن، منم راه زندگیمو پیدا کردم، تونستم زندگیمو بکشم بالا. برای همین نه، نگران این ماجرا نیستم. کسی که منو بخواد به خاطر خودم میخواد. خانواده من خانواده بدی نیستن، لزوما جفت آدما بد نیستن که از هم جدا شدن. چه منطقی داره این؟ هر کی بخواد این اتفاق باید بیفته، خودش میاد. آره، دقیقاً. ما هم افتخار میکنیم به تو به خاطر اینکه دختر شجاعی شیرزنی. با سرکار خانم مریم مومن گفتگوی خیلی جذابی شده، خیلی هم احساسی شده. حالا بشینید ادامهش هم نگاه بکنید. خانم مومن اگر که بفهمید صرف شده یه لطفی میکنید، چون که خیلی صحبت شد راجع به پدر و مادرتون، امکانش هست مامانتون تماس بگیریم؟ صد گروه به 12 شب بیدارم؟ بله، نگرانم شده، چندین بارم زنگ زدم. بله دیگه، مادرم. بگین چی بگین؟ شما تماس بگیرید. من غیرتی ام. اجازه بدید من صحبت میکنم. غیرتی ام. نه چیز بدی نمیخوام، راجع به شما حرف بزنم. من اسپیکر یا اول خودم؟ نه، رو همون آره، شما صحبت کنید. سلام علیکم. خوشم نمیاد این وقت. آره. الو، سلام مامان جان. خوبی؟ مرسی قربان. مامان ببخشید، مامان زنگ زدی، نگران شدی، من تو مصاحبهام عزیزم. خواهش خانم رفت. یه لحظه گوشی آقای فرهانی میخواد باهات صحبت کنه. مامان تو رو خدا آبروداری کنه. ای بابا. سلام عرض شد. سلام، شما حال شما خوبین؟ شب شما بخیر، خسته نباشین. مرسی خانم. ببخشید ما دیر وقت مزاحم شدیم. سلامت باشین. میشه امکانش هست ما چند تا سوال از شما بپرسیم؟ خواهش میکنم. خانم بزرگوارین، خانم علیزاده، یه ذره راجع به مریم خانم به ما توضیح بدین، راجع به خصوصیات اخلاقیش، اینکه چقدر تلاش کرد برای اینکه به جایگاه آموزش برسه. میدونم که شما دشمن سرسختش بودین برای بازیگر شدنش. یه بلاغه بچه ها همچه زورشون بیشتر از مادرشون هست، یه همچه زورشون بیشتر از مادرشون، بچه ها اون رویاهاش که هفته سال سعی می‌کنن که برسن، ولی مادرها و پدرها یه چیز دیگه رو فکر می‌کنن، بچه‌ها رویای واقعی رو فکر می‌کنن، فرق این بچه‌ها و پدر مادرها همینه. نگران چی بودین خانم علیزاده واسه اینکه مریم جان بیاد تو عرصه بازیگری؟ آقای فروانی اگه درست تلفظ کنم. بله، خواهش می‌کنم.
خواهش میکنم شما دوست دارین. فقط استرس من از یکی از تنها بودنش بود که تنها بچه هم بود. بله. بعد یکی هم این که ماشاءالله مریم از همون اولش خیلی به همه چی دوست داشت، همه چی رو یاد بگیره، نمیدونم از کلاس کاراته بگیر، حالا نمیدونم هر کاری که تو هر رده سنی که بود ذهنش میرسید همه کار برای خودش انجام میداد. بعد یه تا رسید اینجا، حتی سن 5-6 سالگی هم یه تلفیلم کوچولو تو اردبیل بازی کرد، یه فیلم کوتاه بود، اونم باز به اصرار خودش، حالا اون موقع حالیش نبود ولی دوست داشت یه بازی داشته باشه، حالا از طریق پسرموی باباش. بله. بعد تا اینکه به این سن رسید و بعد علاقه دیدم که واقعا علاقه خودش خیلی بیشتر نشون میداد که فیلم عرصه بره، کلاس تاعت بره، حتی با یه خالش بود که لیلا خالش باشه که خیلی باهاش میرفت میومد، ولی من خیلی اطلاع نداشتم از اینا. بله. بعد یواشکی میرفتم. یواشکی نموندید که مثلا مامان بیخبر باشه، یا آروم مثلا خواهرم به من میگفت، مثلا میگفت که به آرزوهای مریم توجه کن، میگم مریم اینجوری ماشاءالله خیلی هنرش بالاست، خیلی استعداد داره، ولی من پشت پوش میداختم، میگفتم یه نهارو بلا بذار درسش تموم بشه، بعد نمیدونم هی خودم رو گول میزدم، ولی میدیدم مریم علاقه داره، میدیدم واقعا علاقه شدیدی داره. تا رسید که به این بانوی امارت رو، بله، یه باز اونم که با خالک واسه همه کار رو تموم کرده بود، اومدم با یه جد شیرینی و گفت که خواهر دیگه اینجوری شده شما باید رضایت بدید. گفتم که من فقط اول خدا، بعد به حرف تو. گفتم خب بچه میخواست آرزوش برسه، خدا فکر کنم بخواسته دل پاکش، خیلی اون چیزایی که از خدا خواسته، من همیشه بهش میگم، میگم دخترم خدا 95% خواسته های دل تو بهت داده، اون 5% انشاءالله از این به بعد تو مرحله بعدی زندگی خدا بهت توجه میکنه، و به همه زبان ها و به همه جوان های دنیا، علل خصوص جوان های ایران. دوستت دارم. اینکه مریم پدر مادرشون افتخار کنم، من که خیلی افتخار میکنم واقعا. خدا با خیلی هم جذاب یه بچه به من داده، ولی با تمام حسنیات زیبایی ظاهری و باطنی خدا به من عطا کرده و خیلی از خدا ترکوندین براش دیگه دارم. امشب براش ترکوندین خانم علیزاده. بفرمید. میگم که اون 5% هم که باقی مونده، حالا ما تو مصاحبه‌ای که باهاش داشتیم تا این لحظه، بله، اون 5% فقط تنها دغدغه‌اش ازدواجشه، یعنی خیلی علاقه من به ازدواج، فکر کنم 5% هم ایشالا با ازدواجش تکمیل شه. ایشالا همه جوان ها خوشبخت باشن، ایشالا دختر من هم خوشبخت بشه. واقعا دارم میگم ازدواج یه مقوله یه که مریم تا حالاش به شکر خدا، شکر خدا، تو رده سنی خودش نسبت به همسن سالا و رده سنی خودش خیلی کم اشتباه داشته، خیلی کم، یعنی نیم درصد، اونم اشتباه بچه‌وانه، ولی واقعا 95% راهش رو نسبت به سنش خیلی خوب انتخاب کرده، خیلی شکر میکنم. فقط یه اخلاق بدی داره، امیدوارم اونو بذاره کنار. بذار کنار دیگه. چیه؟ اخلاق بعدشون چیه؟ اخلاق بعدشون یه وقتی که یه اتفاق میفته میریزه تو دل خودش، حرف نمیزنه. بعد این که خوبه، خانوما کمتر غور بزنن جذابتره. آقا برای مادرها سنگینه یه خورده. درسته. حالا اون فکر میکنه که من متوجه نمیشم، ولی من همه رفتارشون، نه من، همه مادرای مهربون، همه مادرای عزیز، بچه‌هاشون رو با نگاهاشون میشناسن، با قیافه‌هاشون میشناسن، حتی مدل خوابیدنشون میشناسن که خوشحال خوابیده، ناراحت خوابیده. فقط دوست دارم دخترم حرف دلشو هیچ وقت به دلش نریزه، ته دل خودش جمع نکنه. دوست دارم که با هر کسی که دوست داره و قابل اعتماده، که یک شخص اول باید خودم باشم، اون ته دلشو نگه تا اگه حرفشو نزنه قصه بیشتر میخوره، مامان چیکار کنم خوشحال بشی، مامان نمیدونم، مثلا یه قصه از خانواده میشنوه، میشنه برای اون قصه میخوره، میگه مامان هممونو خدا آفریده. خانم علیزاده، داماد شما باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ اونی که اول اسمش هم سین داره؟ نگی یا اسم نگی. دامادم آقا سامان. اسم نگی یا مامان، اسم نگو. از خداوند میخوام برای هر دختر و پسری یه انسان صالح، بله، اعمال صالح داشته باشه، نمیدونم واقعا دل پاک داشته باشه،
رفتار، گفتار، نیت، همه اینا راست حسینی باشه بله. و واقعا ازدواج رو بفهمه ازدواج کنه، چه دختر من چه اون شخصی که میخواد با دختر من ازدواج کنه، واقعا خدا رو بشناسه و شخصیت قلبی خودش رو بشناسه که بتونه زندگی کنه، چه دختر با پسر چه پسر با دختر. واقعا آرزوی من اینه، هر دختر و پسری که میخوان با هم ازدواج کنن اول امیدشون به خدا باشه، بعد با قلب پاک و نیت پاک به هم دیگه بله بگن و ازدواج کنن. خانواده خوبی داریم. برام به خداوند. به امید خدا ان شاء الله. خانم علیزاده ما یه گپی با مریم جان زدیم. بزرگوارین، شما هم جای مادر منین، سایتون کم نشه، همیشه بالا سر ما باشه. میخواستم یه سوالی بپرسم که اگه دوست دارین میتونین جواب بدین. زمانی که تصویر مریم مؤمن توی سریال بانوی امارات پخش شد، چقدر دوست داشتین که این خانواده سه نفر کنار هم بودین؟ واقعیتش اون لحظه که تصویر پخش شد شاید باورتون نشه، فیلمو دیدم ولی انگار فیلمو ندیدم. بله. اسم مریم که تیتراژ اومد فقط اسم مریم تو ذهنم رفت که دوستاش بود و همه خالش بود و مریم جون بود و اینا. یعنی واقعا نمیدونم، اون فیلمو دیدم و یه چشم به فیلم بود و یه چشم به مریم و دستام رو به آسمون بود. اصلا این اون لحظه اون شبش که اصلا متوجه نشدم چه جوری چیز پرداش نشستم تکراراشو نگاهی کردم. درسته. از یه قربون صدقه دخترم رفتم و تقدیم تشکر از عواملا، شخصیتی مثل شما و اون شخصیتایی که واقعا پشت صحنه یا هر عنوانی که زحمت می‌کشن تقدیم تشکر کردم. بعد سه نفری هم یه حال هوای دیگه ای داره. وقتی آدم دو نفر تلاشش به یه ثمری میرسه، وقتی میبینن که بچه‌شون خوشحال بله. نگاه میکنه، خوشحال نفس میکشه، از کار خودش احساس آرامش میکنه، واقعا پدر مادر فقط همینه، از فقط خنده بچهشون میخوان، احساس رضایت بچهشون میخوان از خودش. وقتی دیدن که واقعا مریم از خودش اصلا یه کشاش برق میزد، همه خستگیت تمام رفت، گفتم خدا شکر که مریم رو دارم. همین که مریم خودش خوشحاله، شاید اولا یه ذره مخالفت کردم، اونم احساس مادرانه بود. بله. همین که مریم خوشحال میبینم، منم دیگه از این به بعد خوشحالم و موفقیت دارم الهی شد. و امیدوارم که پله ها رو بیشتر از این بره بالاتر و همه جوان ها، همه دختر پسر ها افتخار پدر مادرشون باشه. الهی شد. مریم هم برای من ان شاء الله. سرکار خانم علیزاده افتخار دادین، خیلی متشکر، شب خوبی داشته باشین. افتخار کردم. ممنون، منت سر ما گذاشتین. خواهش میکنم. قربون شما. شما مواظب خودتون باشین، از این کرونا که هست ایشالله به سلامتی این کرونا رو رفت کنید و شما و عواملای عزیزی که هستن ایشالله همشون تن سالم و سلامت داشته باشین. ما هم به وجود شما افتخار داریم. مرسی، متشکر سرکار خانم، شب شما بخیر. ما چند دقیقه دیگه گفتگومون تموم میشه دیگه، خانم مریم خانم میان خدمت شما. مریم شما میخواین صحبت کنید؟ بله. بله گوشی خدمتتون باشه خانم مؤمن باشه. جانم خواهش میکنم. ماما سنگ تموم گذاشتی. آفرین بر من، یه جایزه میخرم. یه واقعیت ها رو گفتم میدونه. درجه یک. اولین دستمزد خوبی که گرفتی واسه مامانا چه کادری خریدی؟ بدهی هاشو دادن. چقدر بود؟ نزدیک 10 تومن بود. 10 میلیون تومن بدهی ها رو دادی که ذهنشون آزاد شه. بله. چقدر بازیگرا سر یه کار در واقع حق دارن و میتونن چلنج کنن با کارگردان یا نویسنده یه کار؟ خواسته راجع به سریال آقازاده دارم صحبت میکنم. یه سکانسی رو ما دیدیم که سینا مهراد و اون خانم پور آبدی هم چیزای فامیلیشونه، در واقع یه آش و شکلاتی رو رد و بدل کردن و یه صیغه محرمیتی خوندن و این وایرال شد خودشون توی سریال. خب. یعنی خانم مانلی که تو سریال اسمش راضی است، میخواستن در واقع این صیغه محرمیت رو جاری بکنن. ندیدین اون تیکر رو؟ نه متاسفانه سر کار بودم ندیدم. به اون کسی که قراره باش ازدواج بکنن بله. یه شکلات دادن، گفتن که بعد از یک ساعت که ما با هم آشامونو خوردیم این شکلات رو به من بده که در واقع صیغه یه چیز داره دیگه، یه قانونی داره، این شکلات حکم مهریه رو داشت براش و این وایرال شد تو شبکه‌های اجتماعی و خیلی ها انتقاد کردن که آقا این داستان چیه، مثل سریال پدر که اون دختر نزدیک اون پسر شدن و خودشو پرت کرد پایینم وایرال شد که آقا مثلا یعنی چی،
یکی شکلات بده مثلا تو سال 99 و این داستانا، چقدر شما خودت چالش میکنی با کارگر یا نویسنده که آقا چیزی که مشخصه که شاید فردا تبدیل به سوژه بشه آقا ما نباید کار بکنیم به عنوان بازیگر یا هر چی کارگردان میگه است؟ ببین اینی که میگی اینو من واقعا ندیدم، چون من سر کار بودم، بعد اهل فضای مجازی هم واقعا نیستم زیاد، ولی خب من توی کار خودم نظرم اینه که کارگردان یه دیدی داره، نویسنده یه چیزی رو نوشته، من برای اینکه خودم نقش رو دریافت کنم با نویسنده صحبت میکنم و از کارگردان خواهش میکنم که منو راهنمایی کنم، ولی خب چیزیه که به هر حال وجود داره، یک فیلمنامه‌ای وجود داره و من بعد از خوندن اینو پذیرفتم. چه بسا که الان ماجرایی هستن که والا ما فیلمنامه رو میخونیم، قرارداد میبندیم، ولی بعدش میبینیم که اینو نیست، عوض شده، یعنی یه چیز دیگه ای شده. درسته. که دیگه نه راه پس داریم نه راه پیش، چون قرارداد رو بستیم و یه چیز دیگه اتفاق افتاد دیگه، ما مجبوریم که قبول کنیم این ماجرا رو. برای همین من میگم خب این آدم خودش کار خودش رو میدونه، نویسنده کار خودش رو میدونه، پس من حق دخالت ندارم، فقط من میتونم یه تبدیل به سوژه بشه باز دیگه، یه ایده‌ای میتونم بدم برای اینکه خب بهتر بشه، یا میپذیرن یا نمیپذیرن دیگه، چیز دیگری واقعا در توان من نیستش. حاضری مثلا توی نقش یه خانم بازی بکنی بگن آقا بعد خود خانومم آیه سیغه رو بخونه بعد بگین شکلاتو بعد یه ساعت به من بده؟ اگه تو فیلمنامه باشه خونده باشم قبول کردم، رفتم بازی کردم. خب الان کلی طرفدار داری و خیلی دوست دارن دوباره شما رو ببینن توی کار درخشان، همونطور که الان سریال سرزده داره پخش میشه. اتفاقا من از 3-4 نفر هم از همکاران پرسیدن، گفتن خیلی سریال خوبی هم هست، حالا بگذاریم از حواشی که داره، اگه دوست داری میتونی راجبش هم حرف بزنیم. نقش شما کوتاه شده توش؟ نه نقشم کوتاه نشده، خیلی سانسور خورده کلا به فیلم. و اینکه ما قرار بود اول این 4 قسمت بشه، یعنی برای شبای قدر بود، ولی الان 9 قسمت شده و طبق اون فیلمنامه‌ای که ما خوندیم نیستش دیگه، یعنی پخش شده مثلا توی یه قسمت ممکن بود برای پریناز اتفاقای مختلفی بیفته، الان پخش شده بین 3 قسمت و خب این به هر حال ممکنه مفید باشه ممکنه به ضرر باشه، ولی خب این اتفاق افتاده و سانسور خیلی خورد. یا آرزوی خوشگل بکن برای مامان طرفدارات و خودت و تمام. با دوربین حرف بزن، اینو میخوام یادگاری نگه داریم. با دوربین حرف 10 سال دیگه لحظه اجازه بدین، این آرزو میکنم. آرزو کردم خستگی از تنها و رنجش از دلها و کدورت از خونه بره. من خیلی قشنگ نمیخونم، اگه خودتون بگین قشنگ. آرزو کردم خستگی از تنها رنجش از دلها سوسماسم بدین. آرزو کردم خستگی از تنها رنجش از دلها و کدورت از خونه ها بره، برای همه ایشالله. مرسی خانم مومن، افتخار دادین. من خیلی کیف کردم، مطمئنم که این مصاحبه فیدبک های خیلی وحشتناکی داره، چون از ته دلتون حرف زدین، دور از جون خیلی ها، مثل خیلی ها در واقع فیلم بازی نکردین، دروغ نگفتین، خیلی راحت و کول. ما هم لذت بردیم، مطمئن باشین به دل مردم هم میشینه. مرسی که تیوی پلاس رو دیدین و بازم اینشالا دوباره با هم گفته بود. حتما باعث افتخاره، خیلی خوشحال شدم. سوسماس یادتون نره بفرستیم. حتما جایزه میدن خانم مومن به همراه شما، خیالتون راحت. مرسی. آقا رعیتی مراقب باشی، کز میدن. حمید ریشا رو بفرست. آقا حمید ریشا رو بفرست. پروتکل های بهداشتی قبل از مصاحبه ما با خانم مریم مومن که گفتگوی خیلی خفن داریم با هم، به زودی پخش میشه. ساعت 10:30 شب ما سر ضبطیم. اگه سوال خاصی داریم بگین ازشون بپرسیم. پروتکل های بهداشتی قبل از مصاحبه ما با خانم مریم مومن خوش میشه. ساعت 10:30 شب ما سر ضبطیم. اگه سوال خاصی دارین بگین ازشون بپرسید.